از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. جناب جمشیدی خراسانی سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و بیننده های محترم شما عرض سلام دارم. جناب جمشیدی خراسانی، با توجه به سفر پاپ به پرجمعیت ترین کشورهای اسلامی، لطفاً در رابطه با ضرورت گفتگو میان ادیان و مذاهب و زندگی مسالمت‌آمیز در عصر حاضر توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. حرکت ایشون حرکت بسیار خوب و پسندیده است. ای کاش که بزرگان دینی اسلامی هم اینطور حرکتی رو داشته باشند که بعضن هم دارن. عنایت بفرمایید، ما اگر که بخوام بحث گفتگوی بین ادیان را داشته باشیم، خب یک حوزه احکام هست که هر دینی احکام خاص خودش رو داره، و اگر هم بخوایم سراغ عقاید بریم، خب هر کدوم از ما هم عقاید خاص خودمون رو داریم. حتی مسلمان ها اختلافات عقیدتی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. من فکر میکنم یک محوری هست که تمامی ادیان میتونن حول و حوش اون با هم دیگه گفتگو کنن، و اونم اخلاقه. آیه قرآن هم فکر میکنم تاکید داره رو همین، قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، یعنی این اونو رد میکنه، اون هم اینو رد میکنه. خداوند میگه این اختلافات رو بذارید کنار، ما بریم سراغ مشترکات خودمون، ببینیم چه چیزی ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه. آنچه که ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه اخلاقه. اگر ما سراغ مقوله های اخلاقی بریم، تو مقوله های اخلاقی نه تنها بین ادیان، حتی با دیگران هم میتونیم به تفاهم برسیم. لذا حرکتی که ایشون انجام داد حرکت بسیار خوبی هست، و من فکر میکنم اسلام هم با توجه به اینکه پیامبر ما رحمت للعالمین هست، این حرکت رو تاکید میکنه. اگر محور و مدار ما بر اخلاق باشه، اصلا انبیا برای همین آمدن که انسانها رو از اون حیثیت و حالت حیوانیشون در بیارن و اینها تبدیل بشن به انسانهای برتر، انسانهای متعالی. و اونی که ماها رو تعالی میبخشه، اونی که ماها رو بالا میبره و به ماها عظمت میبخشه اخلاقه. من فکر میکنم اگر بریم سراغ گفتگوی بین ادیان و این گفتگو و محور و اساسمون اخلاق باشه، خیلی از مسائل ما میتونه حل و فصل بشه. بله، ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.